36 سال پس از آغاز طولانی ترین جنگ متعارف قرن بیستم، کهنه سربازانی از هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مقاطع مهمی از این نبرد 8 ساله را روایت می کنند. روایتی که حاصل 2 سال تحقیق و پژوهش مستمر با هدف دستیابی به اشخاص و تصاویری قابل اتکا برای ارائه به نسل هایی است که این دوران را نزیستند. راجر ما یکم کم میکنیم. سمت راستمون روی ارتفاعات دود توپخانه هست. دیدبان شل کرده. داود نجفی بگو. داود جان فرمیشن اوکیه؟ داود اصد روی الکسو ترازیلی رو بکنه. گرفتم به چپ. گرفتم به چپ. راجر من رد شلی کنم. آیا در را بعد از عملیات موفق والفجر 8 که منجر به تصرف شهر استراتژیک فاو در زمستان 1364 گردید، تا ماه‌ها توان رزمی ایران صرف دفع پاتک‌های سنگین عراقی‌ها و تثبیت مواضع نیروها در شهر و اطراف آن شد. داری مادر. گفته می شود عراق حدود نیمی از توان نظامی خود را در منطقه عمومی بصره متمرکز کرده بود و این تهدیدی جدی بود برای جبهه‌های جنوب. فرماندهان نظامی با هدف گسستن انسجام نیروهای عراق و فراهم کردن زمینه‌ای برای حمله به بصره، عملیات کربلای 4 را در غرب شلمچه طراحی کردند. عملیات کربلای 4 تقریبا ادامه عملیات والفجر 8 بود و هدف این بود که شلمچه به طرف بصره، این خطی بود که میبایستی روش عملیات انجام میشد و به هر حال تصرف میشد. ما فهمیدیم که 2 تا قرارگاه ماموریتشون انجام خواهند داشت، یکی قرارگاه نجف، یکی قرارگاه کربلا. قرارگاه نجف همینطور که عرض کردم در منطقه جنوب عمل میکنه، در قرارگاه کربلا که نیروی ارتشی بودن بیشتر در شمال میکنه، خط حدشون همون کانال ماهی بود. هوا نیروز عملیات کربلا 4 رو سازماندهی کرده بود با 3 پایگاه عمده خودش: پایگاه پشتیبانی عمومی اصفهان، پایگاه رزمی مسجد سلیمان و پایگاه رزمی کرمان. وقتی کربلا 4 و 5 شروع شد، من به عنوان نماینده فرمانده هوا نیروز که اون موقع جناب شالچی بودن، به اتفاق جناب صالحی، محمود صالحی و مرحوم همراه، رفتیم در نزدیکی اهواز یه منطقه‌ای به نام ام السواد، قرارگاه ستاد هوا نیروز اونجا مستقر شد. طبق معمول هوا نیروز افسران رابطه‌شون فرستاد جلو، رفتن در محل قرارگاه قرار گرفتن. من خودم در قرارگاه عملیاتی خاتم الانبیا بودم و تقریبا عملیات از ساعت 1 شب شروع شد. هلیکوپترهای هوا نیروز مسلح شدن، آماده شدن، تیم‌های امداد و نجات، بارگردهایشون برای هلیبرو نیروها همه آماده کاملشون رو اعلام کرده بودن و منتظر بودن که ابلاغ بشه که تیم آتش بره برای پشتیبانی از ایگارهای خودی، چون همیشه ما عادت داشتیم اولین تیمی که از ما درخواست می‌کردن معمولاً تیم‌های آتش بود.
خب پلوش ساعتهای 9 بود، نزدیک 10 بود، دیدیم که خبری نشد و درخواست تیم آتش یا درخواست هلیکوپتر برای تخلیه مجروحین جابجایی نیروها انجام نشد. صرفا یک تیم آتش از منطقه برزگر بلند شد و در اونجا بعد از 2 ساعت پرواز برگشت اومد. یادمه که ما رفتیم روز اول جزیره مینو، رفتیم برگشتیم، رفتیم از پایین‌تر، رفتیم 2 مرتبه رفتیم، دیدیم ببین اصلا چه خبری، زیاد چیزی نیستش. 2 مرتبه اومدیم دیدیم یه مقداری، رفتیم روی چیز، بعد از اون رفتیم خاک عراق، رفتیم خاک عراق همونجا که نیرو زده بودن از اون طرف به آب زده بودن، رفتیم جلوتر شاید مثلا یک مال رفتیم جلوتر، مثلا یه عراقیان، اینا همشون عراقیان و یک منطقه تجمع از اون، گفتیم بطل نکن موشک نشیم، راکت داشتیم موقع، تمام راکت ریختیم سر اونا، راکت ریختیم برگشتیم و رو هوا که اومدیم داشت برگشتیم، خیلی خوب بودیم، عملیات خیلی خوب به نظر من خیلی خوب بود، یه مثلا 40 تا 30 تا راکت بریزیم سر تجمع اونا، موقع در فاز رفتیم رو خاک، از رو خاکم رفتیم جلوتر رو هوا، گفتن دیگه برگردیم بشینیم، گفتیم ما عملیات انجام دادیم، اون مختصای دادین که نبود، ولی به هر حال ما بعدا هر چی گفته بودیم ما انجام شد، گفتن برگردید بشینید. اگرچه دشمن با آگاهی قبلی از محورهای عملیات معابر کم عرض ام الرصاص را مسدود کرده بود، نیروهای خطشکن از خطوط پدافندی مستحکم عراق عبور کردند، اما اجرای آتش انبوه عراق مانع از پیوستن غواصان و قایق سوارانی شد که باید به نیروهای خطشکن ملحق می شدند. پایانی زود هنگام و ناگوار برای این عملیات رقم خورده بود. ناگهان قرارگاه به صورت نیمه تعطیل در اومد که من که اونجا بودم خیلی تعجب کردم که چرا قرارگاه به صورت نیمه تعطیل در اومد. عملیات لو رفته بود و عراق در قسمت خودش در اروندرود آمادگی کامل داشت. وارد از کنم که اون سوله قرارگاه شدم، دیدم خب این سوله سوله نیست که سوله عملیاتی باشه، چون سوله عملیاتی همه رادیوها باید به گوش باشن، سر صدا باشه، جنب و جوش باشه، رفت آمدی باشه. وارد شدیم در صد، از یکی دو نفر پرسیدیم که ما خلبانای کبرا هستیم چیکار باید بکنیم، کجا بریم اینا، دیدم ایشون تشکر کرد و گفتش که نیازی نیست که شما به منطقه عملیاتی برید، شما برگردین همون منطقه خودتون بودید. گفتم چرا؟ خب حالا دیگه در صد نیاز نیست شما به حساب برید. منتظر بودن در واقع اونا برای کشتن نیروهای ما، هیچ کاری نتونستیم بکنیم، واقعیت اینه. ما به عنوان البته پروازهای انجام دادیم، پروازهای پشتیبانی انجام دادیم، دنبال یه مقدار تخلیه مجروحین رفتیم، ولی هم عراق بود ولی فعالیت عمده‌ای نداشت. به من میگفت فقط از فرودگاه آبادان رودخونه به اونور رو بزن فقط، که من رو فرودگاه دور میزدم لب آب میرسیدم میکشیدم بالا، چیزی پیدا نه، نخ بود همه، تمام منطقه رو با راکت و 20 میلیمتری درو میکردم، چندین دور زدیم و اومدیم و بعدم که گفتن شد. با توقف عملیات کربلای 4 یگانهای هوانیروز به پایگاه های خود بازگشتند. پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان نیز محل استقرار تعداد زیادی از بالگردها بود. عراق با توجه به اطلاعاتی که داشت، خب سازمان‌های جاسوسی بهش خبر می‌دادن، عکس‌های ماهواره‌ای بود که در اختیارش قرار می‌دادن و متوجه شد که تعداد زیادی از بالگردهای هوانیروز در پایگاه هوانیروز مسجد سلیمان مستقره. در اون مقطع زمانی تمام رمپ پروازی پایگاه مسجد سلیمان، تمام آشنه‌هاش، گوشواره‌هاش پر از هلیکوپتر بود. یه اتفاق خیلی بدی برای هوانیروز افتاد. عملیات کربلای 4 انجام شده، 5 هنوز شروع نشده. خب نیروی هوایی عراق متوجه شد که بخش عمده‌ای از هلیکوپترهای هوانیروز در پایگاه مسجد سلیمان مستقر هستند. به محضی که من پامو از اتاق شهید آسیایی و شهید داوطلبی گذاشتم بیرون، اومدم توی راهرو، دیدم که صدای غرش هواپیماست. احساس کردم که تعداد زیادی هواپیما با سرعت زیاد و ارتفاع پایین از روی پایگاه عبور کردن، از همون ته پایگاه داره بمب ریخته میشه میاد. سرهنگ شالچی فرمانده پایگاه بود و مستقر در دارخوه، ایشون به من زنگ زد در اهواز که فلانی آسیا اینا رو زدن، تا ما برسیم به شما زمان میگیره، شما نزدیکتری زودتر خودتو برسون اونجا ببین جریان چیه، ما هم پای سرت میام. بمب ها که ریخته شد رفت، دیدم هنوز صدای انفجار بمب داره میاد، برام مهرس شد که اینها بمب های زمانی هن،
هنوزم دارن منفجر میشن. در یک لحظه نگاه به آسمون کردم، دیدم که آسمان شده تقریبا پوت، مثل مقوای کاغذی که آتش بزنه یه مرتبه باد بزنه یه بر آسمان، دیدم تمام آسمان شده مثل کاغذ سوخته. دو فروند هواپیمای میگ اومدن که اولین یک هلیکوپتر ما رو به توسط 22 میلیمتریش رو رمپ پروازی زد. آشیانه ها داغون ریخته پایین، جنازه ها اون وسط ریخته، یه تعدادی مجروح در حال ناله هستن، خیلی رقتبار. بعد از آواربرداری متوجه شدم که سرهنگ دوم نصرالله آسیایی به شهادت رسیده، سرهنگ دوم داوطلبی جانشین پایگاه هم به شهادت رسیده. متاسفانه خورد به اتاق عملیات و منم اونجا مجروح شدم، پرت شدم و حدوداً یه 12-13 ساعت بعد بچه ها منو پیدا کردن که بیهوش شده بودن، افتاده بودم تو پایگاه. من سروان خلبان، سید نصرالله آسیایی، افسر عملیات مناطق گیلان غرب و سرپرده ها هستم. بیاری خدا به همون طریقی که برادران عزیز و رزمنده ما در جبهه های جنگ همیشه حماسه آفرین بودند، این بار هم همگی شاهد و ناظر بودیم که چه بسیار خوب و چه عالی عملیات را به خوبی انجام دادند و به هیچ وجهی به دشمن متجاوز بعثی عراق دیگر اجازه نخواهیم داد که حتی در مغز خود چنین فکری را بکنه که قدمی در خاک ما بگذاره. عملا این پایگاه از در واقع عملیاتی خارج شد، به علت اینکه فرمانده و عملیات و معاونشون همه شهید شده بودن. ما هم فکر میکردیم که عملیات تموم شده و برمیگردیم عقب. هوا نیروز و تمام یگانهای زمینی، هم از نیروی هوایی و زمینی، یگانهای سپاه و بسیج، در حقیقت برای عملیات کربلای 4 اومده بودن و بعد از ناکامی عملیات 4 در منطقه ماندگار شدن و با تغییر در تاکتیک و با تغییر در بخش از حاشیه زمین منطقه نبرد تبدیل شد به عملیات کربلای 5. عملیات کربلای 5 یکی از بزرگترین عملیات‌های ایران در طول 8 سال جنگ است. سازماندهی مجدد نیروها تنها 2 هفته پس از عملیات ناموفق کربلای 4 اوج توانمندی فرماندهان نظامی ایران به شمار می آید. چند روز بعدش فکر میکنم ما 19 بود، برادر رحیم صفوی به من زنگ زد، به فرمانده هوا نیروز، فرمانده گروه پشتیبانی و فرمانده گروه کرمان که جایگزین مسجد سلیمان شده بود ابلاغ بکنی که با افسر عملیاتشون در ستاد هوا نیروز باشم، من میام با ماشین میریم در یک جایی که اونجا شما را توجیه بکنم. خب قانونم بایستی 6 ماه طول میکشید تا ما عملیات کربلا 5 انجام میدادیم. باز اینا اومدن از اون اصول 9 گانه جنگ استفاده کردن. باز من میگم اون اتاق دیگه یه نفر نمیتونه تصمیم بگیره، شاید پیشنهاد دنده مثلا باشه. اینا بلافاصله عملیات کربلا 5 شروع کردن. دشمنم رفت تو لاک غرور و این که کربلا 4 زده و فلان کرده و اینا، برابر روال گفت اینا میان 6 ماه دیگه میان. با جناب رحیم صفوی رفتیم، چند تپه اونورتر یه چادری نصب شده بود، ایشون روی نقشه عملیات را به ما تشریح کرد. گفتن همون عملیات تر همون عملیات کربلای 4، شما یگاناتون توجیه شده هستن، مشکلی نداریم، فقط ما این قسمت ها، این زمان ها زمان های بحرانی ماست، این زمان ها زمان های حساسه، اینجا ما پشتیبانی آتش میخواییم، اینجا اینون منتها اهمیت بدید بیشتر به تخلیه مجروحین، چون اینجا حتما عراق با شیمیایی عمل خواهد کرد و حتما ما مجروحین شیمیایی زیاد خواهیم داشت. بحث از کنم که فراخوان نیروها زده شده بود. من یادم هست که اون زمان خود حضرت آقا که رئیس جمهور بودند به شهرهای مختلف و استانهای مختلف سفر کردند، سخنرانی کردند و چیزی حدود 100,000 نفر نیروها رو بسیجی رو از کنم که جمع‌آوری کردند و همون سپاه از کنم که 100,000 نفری محمد رسول الله از کنم که تشکیل شد و
تعداد زیادی از نیروهای بسیجی و مردمی اومدن به سمت جبهه در جنوب. درست 16 روز پس از عملیات کربلای 4، در ساعت 1 بامداد 19 دی ماه 1365، عملیات کربلای 5 در محور غرب شلمچه و شرق بصره آغاز شد. امروز 19 دی ماه 1365 است. 3 فروند هلیکوپتر هوایی نیروی جمهوری اسلامی ایران که هم‌اکنون 2 فروند اون بر روی تصویر مشاهده میشه هست که دارن پیش میرن. امیدوار هستیم که عملیاتی رو انجام بدن و ما شاهد افتخار آفرینی این برادران دلیر در هوا نیروز جمهوری اسلامی ایران باشیم. هلیکوپترها داشته باشیم. هوا نیروز در این عملیات با 132 فروند هلیکوپتر در منطقه مستقر شد. سنگین ترین استفاده از بارگرد در تاریخ جنگ‌های هوانروز در همین عملیات کربلای 5 بود. الان خبری که به ما دادن کار خوب بوده. بعد از شما هم تیم بعدی که اومده باز رفته در همین جا وارد شده و رو اینجا کار کرده. باز نتیجه رضایت بخش بوده و فعلا اینجا ما تغییراتی ندیدیم. پس بنابراین شما الان مرحله بعدیتونم همین کارو بکنید. مونتاژ بچه‌های قبلی میگفتن احتمال دیدن، ندیدن هواپیما را. P7 احتمالاً بالا سرشون اومده. اینو باید یه مقداری به اصطلاح حواستون به آسمان هم باشه. خدا نگهدار. امیدوارم 1200 نفر برابر آمار و مدارک نیروی خلبان و فنی و پشتیبانی هوایی بود که به منطقه آورده شد. انبوهی از هلیکوپتر، تانکرهای سوخ، آمبولانس، ماشین آتش‌نشانی، ماشین‌های مخابراتی، افسران رابط، تیم‌های تعمیر و نگهداری در دسته‌های مختلف در این منطقه خوزستان مستقر شد که بخشی در دارخوین و امسواد بودند، بخش هم در پایگاه دسفور بود و بخش هم در پادگان مسلما. منطقه‌ای بود در شمال شلمچه به نام دریاچه ماهی. درگیری شدید بین نیروهای عراقی و گارد ریاست جمهوری عراق با نیروهای ایرانی در این منطقه دریاچه ماهی بود. همش دیده خالی، ما مقرد راکت خالی کردیم رو سرشون اومد. ندونستم موشکشون لاک کنم نه موشکش پیدا نبود. آبی که دریاچه ماهی می اومد اضافهش یک آب گرفتگی خیلی زیادی توان چند کیلومتری و آب گرفتگی به وجود آورده بود. از اونجا این آبها سرازیر می‌شدن برای اروند و عراق اومده بود در تمام سطح این آب گرفتگی رو تله انفجاری گذاشته بود، سیم خاردار گذاشته بود و به اضافه میریزی کرده بود. ما که از بالا پرواز می‌کردیم این مین‌ها رو ما به عین می‌دیدیم. توپخانه عراق که آتیش میکرد، این آتیش توپخانه که میخورد، این مین‌ها 4 تا 5 تا با هم منفجر می‌شدن. دقیقاً مثل این بود که فواره رو توی این آب گرفتی گوشتی و این آب میرفت بالا. حالا تجسم بکن نیروهای ما، رزمندگان ما بایستی از این تله عبور می‌کردند و هلیکوپترهای ما از روی این موانع عبور می‌کردند، هواپیما از روی عبور می‌کردند تا می‌رفتن به نیروهای عراقی می‌رسیدن. ما خیلی صبح زود ما توی قرارگاه بودیم و ما رو صدا کردن. خب برای ما رو توجیه کردن که آره ما رفتیم و رسیدیم به اینجا و توجه شدیم کانال پرورش ماهی. بچه ها اون طرف کانال پرورش ماهی هستن و شما باید برید در هر چی اهداف طرف به اصطلاح غرب کانال پرورش ماهی هست شما باید بزنید، چون همشون دشمن. بچه ها چسبیدن به کانال پرورش ماهی و رفتن اونجا و اونجا صحرا و دشت بصره هستش و بچه ها اونجا هستن. جلو اون رو باید بزنید. آقا این دفعه همینجا میریم مثلا خواهی ها خودی رد میشه میریم جلوتر اول پر اول ما اینجا برش برم باشه بینم باشه بلنشو 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 بلنشو
الان دولا بچه ها دیروز رفتن دیشب. خب الان این خط ماست. بله این خط خودمونه. اینا نه، اینا الان خودی و دشمن. شما اینجا اصلا نباید این اندازی کنی به این صورتی. بله الان شما این شرف رو که در نظر بگیرید این جاده. بله اینجا ها باید کار کنید. خب رد کردم. پس دیگه برمیگردید همینجا میشینید هلیکوپتر روشن سه تاتون میاد ببینید چیکار کردی که من به اینا بگم. بله شناساییتون هم انجام بده. خدا خدا. حال شما خوبه؟ انشالله میریم عملیات؟ با عزتون به حول قوه الهی انشالله میریم که برای چندمین بار بسیون کافر رو اون درس عبرتی که بهشون تعالا دادیم و مجددا تجدید کنیم با حول قوه الهی و با دعای حضرت امام. در اکثر عملیات ها که در خدمت برادرها بودیم بهترین عملیاتی که احساس میکنیم بوده بعد در طول جنگ تحمیلی عملیات ولفجر 8 بود که یکی از حماسه های رزمندگان و دومیش الان در شلمچه و کربلای 5 داره تکرار میشه که دلاوران بسیجی که ما خودمون رو پیش اونها واقعا ذره کوچیکی میدونیم دارن آنچنان آتیشی بر سر صدامیا و استکبار جهانی میریزن که همه در حال فرار و به زبونی افتادن و ما میریم که با حول قوه الهی پرواز دیگه ای رو شروع کنیم. باید استارت بزنیم از که دیر شد. انشاءالله موفق باشیم. سلام علیکم. نیروهای مانوری ما که در جلو حمله میکردن نیروهای سپاه و نیروهای بسیج بودن با دو گورهان تانکی که لشکر 21 بود و لشکر 92 بهشون داده بودن، ولی توپخانه ارتش پشتیبانی کل منطقه رو به عهده گرفته بود و ما وقتی که داشتیم پرواز میکردیم مجبور شد که لابلای این توپ ها عبور کنیم. پشتیبانی آتش با توپخانه ارتش بود و پشتیبانی هواییش هم باز با نیروی هوایی ارتش بود. هوا نیروز هم که بین زمین و هوا پشتیبانی منطقه رو به عهده داشت. الان هم بادرش بودیم. الان هم سلام برسید. سلام برسید جبیه جایی. الان هم امروز کارکرد شماست. یعنی حتما که نباید صد درصد خطر شما رو تهدید بکنه. بی خطر هم میشه پرواز کرد برای تقویت روحیه اونا. درسته که یعنی دلمون ما میخواد حداقل ساعتی یه بار تیم اونجا باشه. بجنبید. خدا حافظ. به قول خودمون فیس تو فیس رو در رو با تانکای عراقی ما روبرو می شدیم و شلیک می کردیم، اونا به سمت ما شلیک می کردن. امت شهید پرور، مردم دلاور، در منطقه هستیم که هلیکوپترهای هوا نیروز خلبانان شجاع ارتش جمهوری اسلامی ایران از مناطق عملیاتی کربلای 5 باز می گردن و عملیات موفقیت آمیزی رو انجام دادن و هدفهایی رو که توجیه شده بودن بمبارون کردن. از طرف که عملیات ما به این صورت بود که دو تا منطقه تجمعی رو به ما داده بودن که ما با دو فروند بودیم که الان رفتیم در اونجا و این دو نقطه رو کاملا در هم کوبیدیم. انشالله که با کمک رزمندگان اسلام یواش یواش بچه‌ها دارن میرن جلو تا به هدف نهایی انشالله برسیم. بله این چندمین پروازی بوده که شما داشتین تایی عملیات کربلای 5؟ والا حسابش دیگه راست دستم در رفته، چون ما هر روز بلا انقطاع بچه‌ها روی موازه هستن تا انشالله ما با کمک خدا بچه‌های زمینه انشالله به زودی زود انشالله برسیم. برای اینکه ما بتونیم تخلیه مجروحین خوب انجام بدیم، برای اولین بار یه یگان مستقل آمبولانس هوایی تشکیل دادیم. مسئولیت این یگان که تازه تشکیل شده بود این بود که مجروحین ما را از منطقه جلو تا اورژانس‌ها تخلیه بکنه. عراق اومده بود که شرق کانال پرورش ماهی رو بسیار آب زیاد ریخته بود، اینقدر آب ول دادین از کجا ول دادین آبا، تمام این منطقه پر آب بود و بچه‌ها خب قبلا شناسایی کرده بودن، بچه‌های زمین ارتش سپاه، اینا با قایق‌های خیلی کوچیک اینا با هم چند تا 4 نفر 5 نفر اینا پشت سر هم داشتن می‌رفتن و رسید بودن. ما می‌رفتن تا اونور کانال پرورش ماهی، قسمت چپ ما بصره بود، در فاصله مثلا یه چیز 15 تا 20 مایل بصره می‌دیدیم، اون تا بصره بود و این دشت بصره، تمام تانکاشون اینجا بودن. کارمون دیگه این بود، فقط می رفتیم جلو، مثلا اونجا بیشتر راکت می بردیم، مرتب راکت می رفتیم.
راکت هم سالبا میزدیم، یعنی به صورت دست جمعی راکت داره میزنیم، یهو مثلا 50 خورد 60 راکت یهو میریختیم، 60 راکت یهو میریختیم رو سر اینا. وقتی 60 تا راکت تو تجمع اینا بریزه درب داغون میکنه. تمام جایی که این قسمتی که منتهی میشد به این آب و به این جاده که بچه‌ها ما سوراخ کردیم رفتن جلو تو این آبه، تمام ما کلر برای اینا کرده بودیم. یک خاکریز من دیدم، این خاکریز متفاوته با خاکریزهای دیگه. این که میگم خاکریز نه سنگر، خاکریزی که مثلا به شعاع به فرض حالا 500-600 متر با دیواره مثلا 1.5 متر خاکریز زده، داخلش آنتنای زیادی رفته بالا. یک خاکریزی که مشخصه این خاکریز با خاکریزهای دیگه متفاوته. خلاصه ما این خاکریز رو دیدیم و خب احساس من بر این بود که این خاکریز خاکریز دشمنه، چون قبلا روزای قبل برای شناسایی اومده بودیم، از دور این خاکریز رو دیده بودیم. خلاصه سر کبرا رو کش کردیم، ساعت 2 من سیستم رو گذاشتم رو ریپل و با یک فشار ماشه 38 راکت فرستادن داخل این سنگر و از بغلش عبور کردیم و حالا نمیدونیم چیکار کردیم، کیو زدیم، خودمون هنوز نمیدونیم. خلاصه ما اومدیم نشستیم و الکترو خاموش کردیم و یکی از خلبان جرتنجر همین آقا راخ هم بود که عملت ولفج 8 ما خلاص کنم که باهاش بودیم اینا. من دیدم که گفت قضات، گفتم بله، گفت چادر فرمانده ای تو رو میخواد. بعد رفتیم عرض کنم که احترام گذاشتیم و نشستیم و ایشون یه چای ریخ داد دست ما و گفت قضات تیم آخر شما بودی؟ گفتم بله قربان، تیم آخر ما رفتیم. گفت لیدر تیم پروازی؟ خب چون ارنج قبلی مشخص اومد لیدر تیم پروازی بودم، بله تیم پروازی من بودم. گفت قضات میدونی چیکار کردی؟ انگار این سخف و این سوله اومد تو سر ما. گفتم که نه قربان، چطور میگه؟ ما کار بدی نکردیم. گفت بابا فرونده آخر کبرایی که اون خاکریزی که زده شده، خاکریزی که زده، قرارگاه تاکتیکی یک تیپ عراقی بوده، توسط این کبرا زده شده و به صورتی بوده که این قرارگاه تیپ مقاومت میکرده، نیرو از دو طرفش رفتن جلو، این مثلا از کنم یک قده سرطانی این وسط مقاومت میکرده و اصلا امکان داشت مثلا این نیرو اگه بتونه از این قرارگاه بیان بیرون، دو طرف پشت بچه ها رو ببنده، اصلا بچه ها رو همه رو اسیر کنن. و این کبرایی که این خاکریز رو زده، خاکریز رو از کنم که به قول اسپانیا پکونده و از بین برده، همه چیز به هم ریخته و بچه ها پشت سرش ریختن، خاکریز رو فتح کردن، دارن به سمت جلو. ما یه مکسی گفتیم، گفتم ما بودیم قربان. از این ورم در منطقه شرمچه عراق متوجه شده بود که اگر کوتاه بیاد در مقابل ایران، اگر نتونه مقاومت کنه، قطعا بسته از کفش خارج خواهد شد. به همین دلیل در مقابل نیروهای ایرانی که خب انبوهی از گردانهای بسیج رو و سپاه پاسداران رو آورده بود در منطقه مستقر کرده بود و با حجم زیادی از آتش پشتیبانی نیروی هوایی و توپخانه و هوانوز وارد عمل شده بود، اونم در مقابل اومده بود، تقریبا در حد 50% از نیروهای رزمی خودش رو وارد عمل کرده بود. برتری نظامی نیروهای ایرانی در این عملیات به شکلی بود که صدام شخصا در منطقه عملیاتی مستقر شد و هدایت نیروهایش را بر عهده گرفت. وقتی که ما میرفتیم جلو پرواز میکردیم، فقط به فکر خودمون نبودیم، به فکر این بودیم که الان زیر پای ما نیروهای خودی هستن و ما باید به اینها روحیه بدیم. حضور هوانی روز تو روحیه بچه ها اثر داره؟ بله خیلی، ماشاءالله بچه ها اونجا همه نیرو گرفته بودن. ما کاملا دیدیم دوستا هلیکوپتر بودن و داشتن کار میکردن، کارش خیلی خوب بود. و در ضمن باید از اینها روحیه هم بگیریم. وقتی که میرفتیم یک نیروی زیر پای خودمون میدیم که داره حرکت میکنه، یک جیپی نفربری از ما که داره زیر پای ما حرکت میکنه میره، ما از اینا دقیقا روحیه میگرفتیم. بچه های خط جلو همه برای این برادر دست بلا میکنن و واقعا نشونگر این است که از یک روحیه بسیار بسیار خوبی برخوردار هستن و واقعا ما اونا رو میبینیم توان میگیریم و همچنین اونا خب انشالله که اینطوری باشه ما رو میبینم و توان میگیرم. خب حالا روز برای بچه های بسوی سپاه هم بهتر از ما نبود، اونها هم مثل ما در یک شرایط بسیار بدی در حال پیشروی بودن. خب عراق هم به شدت مقاومت میکرد. ملت و امت ایران هممون مثل حلقه های زنجی میمونیم، یعنی تا زمانی که ما با هم
این حلقه ها به هم چسبیدن و اتحاد کامل هست، کسی نمیتونه اینا رو از هم باز کنه و از بین ببره. ولی وقتی یکی از این حلقه ها احیاناً یه مقدار به اصطلاح اون وحدت از بین بره، یکی از این حلقه های مشهور بشه، امکان ضربه زدن خیلی زیاده و ما آرزومون این هست که هیچ وقت این حلقه ها از هم نگسلن و این اتحاد و همبستگی مادام العمر همیشه انشالله پایدار باشه و به اصطلاح وحدت رو حفظ کنیم. پرواز هر روز اگر باور کنین، اگر دروغ نگم، حداقل 5 سورتی پرواز بود بر ما. 5 سورتی پرواز مشکل. از دارخویم بلند شو برو اون دریچه ماهی دریچه کنارمون چون اون ور میرفتیم و عراقی عجیب اذیت شده بودن نسبت به این مسئله. خب بچه های ما بیسیم های عراقی رو شنود میکردن دیگه، اونا هم بیسیم های ما رو شنود میکردن. یکی از شنودهایی که انجام دادن صحبت هایی بود که خود آقای صدام حسین با فرماندهان لشکرش که تیپ های مستقل زرهی و مکانیزهش انجام داده بود و عنوان میکرد که نیروهای ایرانی دارن به شهر بصره میرسن، به دیوارهای شهر بصره رسیدن، شما که از هر نظر از نظر تجهیزات به قول معروف کامل هستین، بچه رو پاتکی انجام ندین، بچه رو کاری انجام نمیدین. جوابی که از فرماندهای لشکری فرمانده تیپ مکانیزش میگرفت این بود که ما هر زمانی که میخوایم تانکای خودمون رو به حرکت در بیاریم، هلیکوپترهای ایرانی سر میرسن و با زدن تانکای ما اجازه نمیدن که ما اون برنامه‌مون تعرضی خودمون رو اجرا بکنیم. یگان عراق دنبال این بود که هوانیروز رو پیدا کنه، میگفت اگه هوانیروز رو ما بتونیم اکار بندازیم، عملیات اکار انداختیم، چون پشتیبانی آتش، اکثر پشتیبانی آتشش رو تخلیه مجروح و اگه نیاز بشه هلیبورن و اگه نیاز بشه مهمات رسانی و آذوقه رسانی هشت توسط هوانیروز انجام میشه. در این بین من رفتم قرارگاه خاتم الانبیا، در اونجا صحبت این بود که پتروشیمی عراق یه دیدگاه بسیار محکمی داره و این بچه های ما را در جزایر ماهی و مرساس و اینا میبینه، آتش های توپخانه و خمپاره را تمام هدایت میکنه، حتی هواپیما را هدایت میکنه روی بچه های ما. اگر اینجا کور بشه ما خیلی راحت خواهیم بود. به ما دستور دادن شما ببینید چیکار میتونید بکنید. سرهنگ جلالی اون موقع سردار جلالی فعلی زنگ زد به من، چون مسئول قرارگاه بودم، که یه موشک مویک فرستم ببین میتونی بری پتروشیمی علاقه که اون برای اروند بزنید. موشک مویک موشکی بود که مال حاکمه شکاری افور نیرو هوایی بود، این آورده بودن نصب کرده بودن روی هلیکوپترهای هوا نیروز. این موشک توانایی انهدام استکامات بسیار سنگین و ناوهای از مجسمه رو هم داشت. هوا به قدری گرد و خاک بود که این سایت ماوریک اصطلاحاً لاک نمی کرد. خلبان محمد رضا میبودی هر جا سلامت بشه انشالله، ایشون اومد به من گفتش که گو آقا مهدی ما 13 ساعت پرواز کردم برای زدن پتروشیمی موفق نشدیم بزنیم، لاک نمیشه، موشک رو هدف لاک نمیشه. گفتم پتروشیمی قضیهش به چه صورته؟ گواره به این صورت سایه روشن نداره، عرضم به حضورتون یه رنگه، نمیشه قفل کرد. گفتم مطمئن باش میزنیم. گفت منم میدونم، با هم بریم میزنیم انشالله. روز دوم خوشبختانه یه مقدار بارانی هم اومده بود، گرد خاک خوابیده بود. خلبان با یه فروند کبرا با یه جترنجر شناسایی رفت جلو، گفت من دیدم لاک کردم، لحظه به لحظه گزارش میداد و الان میزننش. دو فروند هلیکوپتر عراقی تقریبا در ارتفاع 4000 پایی، 3 تا 4000 پایی از بالا این مور و مرخ به سمت ما راکت میزدن، با توپ میزدن. 4 تا ضد هوایی فقط از بالای خود پتروشیمی میزد، توپخانه عراق به سمت ما شلیک میکرد. منطقه هم که وضعیت قرمز بود، هواپیماشو ندیدم اما منطقه وضعیت قرمز بود. به مرحله رسید که آقای مهبودی یک مرتبه اونقدر خوشحال شد دست میزد داد میزد آقا مهدی قفل شد، آقا مهدی قفل شد. فقط من سرعت رو زیاد کردم به 130 نات، ارتفاع ما آوردم بالا به 120-130 پا رسیدم، من موشک رو شلیک کردم. موشک شلیک شد تا 500 پای موشک رو میبینه، آدم به چشم میبینه، یک عظمتی برای خودش. تا 500 متر میومد این جلو، چون یک افتی میکنه، خدا شده من فقط
با موشک صحبت میکردم، میکشیدم پشت ساکنی، میگفتم بکش بالا بکش بالا بکش بالا، که خوشبختانه بعد 500 پا وقتی که راکت موتوراش هم روشن میشه دیگه موشک سرعتش اونقدر زیاد میشه یه اوجم میگیره دیگه دیده نمیشه، که رفت به سمت هدف و انفجار، رفت داخل و انفجار، که من گردش کردن همانا و تازه من متوجه شدم که هلیکوپتر من وضعیت نرمال نداره، هر چند ثانیه کله میکنه هلیکوپتر. وقتی اومدیم ما در منطقه پتروشیمی نشستیم، پرسنل فنی و خلبانایی که رو زمین بودن چون میدیدن هر روز این موشک دو تا موشک میره، دو فرمان برمیگرده دوباره شلیک نمیشه، وقتی دیدن یک دونه موشک روش نیست همه خوشحال تبریک گفتن و اومدیم ما نشستن همانا و بچه‌ها همه جمع شدن دور هلیکوپتر. من موتورا رو بستم، عرضم فیل سویچا رو خاموش کردم، ملخ که شروع کرد دورش کم شدن، دیدم همه دارن ملخ رو نگاه میکنن، بالا رو نگاه میکنن، بعد خودم نگاه کردم دیدم مثل اینکه از قسمت ملخ یک سفیدی به بالا میزنه، وقتی ملخ ایستاد دیدم که اصلا یه تیکه از وسط ملخ نیست، یعنی ترکشی که خورده ذوب کرده، تمام ملخ ذوب کرده و اصلا از دید آسمون معلوم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ماموریتی که امروز به ما محول شده بود موفق شدیم سرکوی دیدبانی بسیونو که بسیار حائز اهمیت بود براشون و تمام پروازهای ما رو از همونجا کنترل میکردن و ازش بهره برداری میکردن، موفق شدیم و تمام بچه ها به سلامتی برگشتن. چه بقیه تیم هدفی که امروز معادده شده بود علاوه بر این که سکوی عظیم دیدبانی بود که از دشمن نابود کردیم، پل ارتباطی هم بود که نیروهای دشمن از اون استفاده می‌کردند، اون پل هم نابود کردیم و به خصوص محلی بود که دشمن از اونجا اقدام به عقب نشینی و فرار کرده بودن که ما می‌خواستیم اون پل و اون مسیر رو نابود کنیم که تا دشمن نتونه اونجا تانکاشو و خودروهای زرهیشو خارج بکنه، بلکه ان شاءالله بتونیم نیروهای ما که در پایین عمل میکنن اونها رو سالم به غنیمت بگیرن. بعد از اون بود که گفتن که این رادار از کار افتاده و تقریبا تا حد زیادی مشکل رصد و ردیابی نیروهای ما دیگه در کار نخواهد بود. از همونجا ما با بابای تماس گرفتیم، گفتیم ماموریت ما انجام شده. حدودا یه روب دیگه سه فروند هواپیما با سطح بسیار پایین اومدن، خود شهید بابای F5 پرواز میکرد، اومدم چیز اونجا را کوبیدم با بمب‌هایی که به اسم توپولی بود، بمب‌های ساخت ایران بود، بمب‌های خیلی خشنی بود. هوا نیروز در عملیات کربلای 5 با شلیک بیش از 23,000 راکت و موشک، یکی از بزرگترین عملیات‌های تاکتیکی خود را در کنار دیگر نیروهای نظامی تجربه کرد. پس از قریب به 2 ماه نبرد سخت و سهمگین، برتری نظامی ایران در جنگ برای همگان به اثبات رسیده بود. در این مدت جزایر بوواریان، فیاض و ام الطویل تصرف شد و عملاً بصره در تیررس مستقیم ایران قرار گرفت. چند نفر هستند؟ 163 نفر. در کدام منطقه اسیر شدند؟ منطقه ولایتی کربلا 5. پس از این عملیات ایران نه تنها در مصاف با عراق بلکه در جنگی نابرابر و در مقابل ائتلافی بین المللی از حامیان صدام ایستاده بود.